سلام، میخوام امروز یه غذای خوشمزه شمالی درست کنم. یکم برگ سیر بچینیم، باش یه غذای خوشمزه درست کنیم. این چوچاقای قشنگ منم، خوشگل مشکل اینجا در اومده. اینم غذای خوشمزه شمالی ما، سریال پای تختم که هست. برای درست کردن مرغ ترش شمالی احتیاج به یه سری سبزی‌ها داریم که من یه مقدارش رو تازه استفاده کردم، یه مقدارش هم به صورت خشک. برگ سیر تازه، چوچاق، نعنای تازه، گشنیز تازه و یه مقدارم سبزی‌های خشک، تره خشک، شوید خشک، نعنای خشک و چوچاق خشک. سبزی خشک رو اول با مقدار خیلی کم آب اونا رو خیس می‌کنم تا شکفته بشه. آب زیاد لازم نداره چون سبزی‌های من خونگی بودن و خاک نداشتن. فقط در حد 4-5 تا قاشق آب ریختم و گذاشتم تا حدود نیم ساعت خیس بخورن و تازه بشن. سبزی‌های تازه رو خرد کردم، یه مقدارم جعفری فریز شده داشتم. از هر سبزیم 2 قاشق غذاخوری بیشتر استفاده نکردم. بعد یه دونه پیاز نگینی خرد شده رو با روغن جامدی که خودم از کره گرفتمش سرخ می‌کنم و سبزی رو اضافه میکنم و میزان سرخ شدن سبزی هم دیگه به خودتون بستگی داره که چقدر دوست دارین رنگش تیره بشه. یه حبه سیرم انداختم. بعد مرغایی رو که با نمک و فلفل و زردچوبه و زعفرون مزه دار شده رو سرخ میکنم. سبزی هم سرخ شدن، بهش گردوی ریز خرد شده اضافه میکنم. من فکر کنم به روش مازندرانی ها درست کردم، روش گیلانی ها متفاوته. بعدم 2 قاشق غذاخوری رو به انار ملس ریختم و یه تفت کوچیک دادم، آب جوش اضافه کردم و این سس غذای ما آماده است. بعد نمک و فلفلش هم دیگه تنظیم کردم و مرغ‌هایی رو که سرخ کرده بودم به این غذای خوشمزه که عطر سبزی رو توی فضا پیچیده اضافه کردم و بعد میذارم که با هم دیگه یه قول بخورن، معاشرت کنن و مزه ها به جون هم برن. و بعد از 1 ساعت پخت این غذای ما آماده است. برای سرفش هم میتونید گوجه فرنگی استفاده کنید. اگر رو به آلوچه هم داشتین در مرحله آخر اضافه کنید. فوق‌العاده این غذا خوشمزه است. در کنار یک کته خوشمزه با برنج دودی حسابی میچسبه. درست کنید و حالشو ببرید.